برنامه خدا، سلام بر شما. شما بیننده برنامه نگرش هستید و موضوع بحث برنامه نگرش در این گزارش: افغانستان و دامن گسترده خشونت علیه زنان. کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید خشونت ها علیه زنان بیشتر از قبل افزایش یافته است و یکی از دلایل آن عدم حاکمیت و تطبیق قانون در کشور است. حاکی افزایش هست و خودش نشان دهنده یک بحران بشری و فاجعه انسانی هست در افغانستان که متاسفانه در ساحات غرب افغانستان و شمال افغانستان بیشتر شاهد وقوع چنین قضایی هستیم. در کابل پایتخت افغانستان یک سال پیش دختری به نام فرخنده بر اثر اتهام یک ملا در محله آن با آتش کشیده شد. این پرونده هنوز مشخص نیست که به کجا رسیده است. فقط خانواده فرخنده از افغانستان کوچیدند. رخشانه دختر غوری که در این ولایت از سوی مردان سنگسار و به قتل رسید، اما تا کنون هیچ رسیدگی به این پرونده از سوی نهادهای عدلی و قضایی صورت نگرفته است. در تازه ترین موارد خشونت علیه زنان، تراشیده شدن سر یک زن از سوی شوهرش در تخار، لتوکوب یک زن باردار توسط خانواده شوهر و مجروح شدن خودش و از دست رفتن کودکش در تخار، تیرباران شدن یک زن دیگر در سرپل، نکاح یک کودک 6 ساله با مرد 60 ساله در بدل دادن مواشی و آذوقه. وجود نامنی ها در ولایت غور و وجود افراد مسلح در غور و همچنان محکمات سرایی و عدم سپردن عاملین قضایی خشونت به ارگان های عدلی و قضایی باعث شده که خشونت ها روز به روز به افزایش یافته و همچنان ناگاهی مردم از حقوق و همچنان قانونشان و شریعت اسلامی باعث شده که خشونت ها در غور روز به روز افزایش پیدا بکنند نسبت به سایر ولایت. زهرا دختر غوری دیگر که از سوی شوهر و خانواده شوهرش با پترول سوزانده شد. این دختر در حالی که حامله بود در کابل جان باخت. این خیمه دادخواهی زهراست. در این خیمه دختر دیگری نیز هست، زلفیه. او به نامزدی مردی در می آید، اما بعد از اینکه مخالفت می کند و نامزدیش فسق می شود، آن مرد به او تجاوز می کند و فرار می کند. زلفیه قسمتی از رویش را از دست داده است و دندانهای پایین دهنش از بین رفته است. او را با تفنگ زدند. خواستم از دولت است که همین کسی مجرمه نباید هرچی جیل و فنجه قانونی سپرده شد گرفتار کنه، عدالت تامین کنه. یک من نیستم که قربانی شده باشم از داران دیگه مثل زراره، مثل موره. این سختانده میشه، خودکشی میکنن، میزنن، شروع میکشن، در گوشی افغانستان این بتو میشن. میگویند از برپا شدن خیمه 20 روز میگذرد، اما حکومت تا کنون به خواستای آنان رسیدگی نکرده است. خواست ما منیست یک باشنده و منیست یک هموطن اینمی خانم زهرا از دولت اسلامی افغانستان این است که مزنونین را در کابل انتقال بدن و مورد بررسی تا فامیل زهرا بتونه جسد زهرا را به خاک دفن کنه. این نقاشی متعلق به دختری است به نام فرخنده، دختری که زیر مشت و لگد برخی از باشندگان کابل در پایتخت افغانستان به آتش کشیده شد به اتهام قرآن سوزی. بر علاوه از این که نتیجه پرونده فرخنده در پایتخت معلوم نشد، شبیه قضیه فرخنده هزاران قضیه دیگر از خشونت علیه زنان و نقض حقوق بشری انسان‌ها در افغانستان وجود دارد که تا کنون به عدالت نرسیده است. فرهناز فروتن، آریانا نیوز، کابل. سلام مجدد، من مصطفی فیضی هستم. مهمانان من در استودیو خانم سیمین بارکزای، عضو مجلس نمایندگان، آقای محمد نعیم نظری، رئیس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، و دکتر محمد حسین جعفری، عضو شورای اخوت اسلامی افغانستان. مهمانان گرامی سلام، به برنامه ما خوش آمدید. آقای نظری، میخوایم بحث با شما آغاز کنیم. چرا خشونت علیه زنان نسبت به گذشته و افزایش یافته است؟ حرفایی بود که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بیان کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما خانم بارکزای و جناب دکتر صاحب و بیننده های محترم تلویزیون. متاسفانه داستان زن افغان داستان بسیار طولانی و دردآور است. شاید هیچ فرد
از میان تمامی خانواده های افغان وقت ارزیابی بکنین زندگی خانمای و خانواده را. داستان بسیار قابل قبول و بسیار انسانی و بسیار پذیرفتنی نباشه، حتی در خانواده هایی که در درون شهرها زندگی میکنم. من فکر میکنم معضله زن یک معضله بسیار بزرگ انسانی است که ابعاد بسیار گسترده داره، عمق بسیار گسترده داره و راه حل های بسیار طولانی مدت و برنامه های بسیار دقیق و استراتژیک میتره تا این معضلات حل شود. بر برنامه ها و راه حل ها بعدن برمیگردیم، اما دقیقاً بر ای بیایم که ریشه ها در چی است که زن افغان بالاخره زندگی رقت بار دارد. خب اگر در شرایط فعلی ببینیم، ما ضعف حاکمیت قانون به عنوان یکی از مسائل بسیار مهم و کلیدی در زمینه تأمین حقوق بشری زن افغان هم میبینیم، چون حقوق بشر زیر چتر حاکمیت قانون میتونه جنبه اجرایی پیدا بکنه و زمینه تطبیقی پیدا بکنه. با آن که دولت افغانستان به مهمترین اسناد بین المللی الحاق کرده، از جمله در رابطه با مسئله حق زن، در رابطه با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زن تعهدات گسترده داره. متاسفانه وقت دولت افغانستان به این کنوانسیون ها الحاق کرده، کمتر تانسته قوانین خود متناسب بسازه با تعهدات بین المللی حقوق بشری خود. شما ببینید قانون منع خشونت علیه زن به عنوان یک پیش شرط حمایت جامعه بین المللی از افغانستان مطرح بود و برای بهبودسازی وضعیت حقوقی زن افغان میتونست نقش بسیار مهم و کلیدی بازی بکنه. اما متاسفانه در شورای ملی افغانستان با چالش های بسیار جدی مواجه شد. با آن که گفته میشه که این قانون تطبیق میشه، اما ما اطمینان نداریم که در محاکم افغانستان هنوز هم استناد لازمی که باید برای قانون صورت بگیره قابل اجرا شمرده شود. اکنون در محاکم افغانستان استناد بر چی است؟ خب قوانین جزایی دیگه بیشتر مورد استناد قرار میگیره، تا به شکل خاص قانون منع خشونت علیه زن. از سوی دیگه سورنوالی اختصاصی که در رابطه با قانون منع خشونت شکل میگرفت، در تعداد زیاد از ولایت افغانستان فکر نمیکنم شکل گرفته باشه و این میتونه معضل ساز باشه. اساسا مسئله حق زن یک مسئله بسیار بزرگ ملی است. ما اصلا نمیتونم تصور بکنم که ما در توسعه دسترسی پیدا بکنیم تا وقتی که ظرفیت های خفته زن افغان آزاد نشه. یعنی اساسا توسعه این آزادی افغانستان در چه محدوده و چه گونه؟ آزادی بر اساس تعهدات بین المللی حقوق بشر که افغانستان به اونا الحاق کرده، بر اساس قوانینی که در افغانستان در نظر گرفته شده و با یک رویکرد معطوف به توسعه، با یک رویکرد بسیار انسانی باید فرصت ها مساعد شود. درست است که در قانون اساسی افغانستان تساوی حقوقی زن و مرد به رسمیت شناخته شده، اما آیا فرصت ها بین زن و مرد هم به گونه متوازن و مساوی وجود داره؟ طبعا وجود نداره. از دید فرصت ها زنهای افغانستان با چالش های بسیار بزرگ مواجه است. اساسا قانون اگر فرصت ها را مساعد ساخته نتونه و اگر نارسایی هایی که از طرف افراد متخلف و مجرم اجرایی میشه به اینا پرداخته نتونه، ما بسیار با صراحت گفته میتونیم که ضعف حاکمیت قانون در کشور وجود داره و این میتونه معضلات بسیار بزرگ خلق بکنه. خانم بارکسای کمیسیون حقوق بشر گفته که دسترسی زنان به عدالت پایین است. مگر ما حکومت نداریم؟ مگر ما قوه قضاییه نداریم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چنین حرف را میزند؟ به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما دوستانی که در میز هستند و بیننده عزیز تلویزیون آریانا نیوز. متاسفانه در افغانستان تا زمانی که چیزایی که حقوق بشر گفته یک واقعیته، متاسفانه در افغانستان هنوز زن به جنس دوم نگریسته میشه و دیده میشه. در هر مقطعی که نگاه میکنیم زن امروز افغانستان اگر وزیر شده، اگر والی شده، اگر حتی وکیل شده، هر جا شده، تلاش های خودی بوده و قانون اساسی برش داده. اما جامعه افغانستان حقی که باید به یک زن میداد نداد. هنوز خانواده های ما نمیتونن، اول بیم از خانواده ها خوش رو بکنیم، نمیتونن بپذیرن که زن و مرد اللحاظ عقلانی میتونن مساوی باشن. بعضی وقتا میتونه یک خانم یک ایدهی داشته باشه که از مرد خانه خیلی ایده و بالاتر باشه برای رفع مشکلات، برای بهبودی زندگی ها. اما هیچگاهی نه زن میپذیرن نه میخواین که ایده ها از او قبول کنن. این یک
عرف شده و از طرف دیگه ما هر روز نهادهایی ایجاد میشه برای حمایت از حقوق زن. پولای زیادی واقعا به افغانستان سرازیر شد برای دفاع از حقوق زن و نهادهایی ایجاد شدن که میخواییم زنها رو رشد بدیم، اما متاسفانه اینا فقط برای خود خود کار کردن و هیچ نهاد دیگه نبود که از این پرسان کنه آیا شما با گرفتن اینقدر امتیاز تونستیم به زن افغانستان کاری یعنی بکنیم زنان یا نه؟ افغانستان به نحو زنان در حق دیگر زنان ظلم کردن، هم زنان در حق زنان ظلم کردن، هم جامعه ظلم کرد، هم حکومت، تمام ارگان ها. و امروز هم اگر یک زن به یک جایی میرسه میبینیم زنایی هستن که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن، در مرکز هستن، ما هیچ زنی ندیدیم. اگر واقعا این نهادها کار میکردن زنها در اطراف واقعا به جایگاهی میرسیدن که حداقل یک دختر 6 ساله به عقد یک 60 ساله در نیایه. ببینیم چهره مردم افغانستان، چهره امی کلتور افغانستان به کشورهای دیگه چی شناخته شده، چی معلوم شده؟ ما یک کشوری هستیم که واقعا نمیتونیم زن بپذیریم، یعنی بیرون این رقم نگاه میکنن. وقتی که قضیه فرخنده شهید شد صداها بلند شد، تظاهرات ها شد، زنا چی شد؟ نتیجه به کجا رسید؟ بالاخره چرا همه خاموش شدن؟ چرا سکوت کردن؟ حالا این پاسخ چرا... میخوام از شما بشنم، چرا همه خاموش شدن؟ چرا همه سکوت کردن؟ به خاطری که اگر بحث زنان رو که میخواییم ریشه یابی کنیم، وقتی یک زن میای از زن دیگه هم دفاع میکنه، اینقدر جامعه ما به زن آسیب میرسونه که او رو خفه میسازن، اینقدر داستان سرایی میکنن که آخر او زن خسته میشه. مشکل از طرف خانواده کجاست؟ اصلا مشکل همینه که هنوز ما جامعه ما به زن به جنس دوم نگاه میکنه، هنوز نمیخواد. ما خور مسلمان داریم، اما حقوقی که اسلام به زن داده واقعا هیچ به هیچ مذهب دیگه نیست. اسلام جایگاه خاص برای زن داده، اما ما از یک طرف میگیم مسلمانیم، از یک طرف تا که نمیفهمیم قضیه چیه زن آتش میزنیم، زن بینیشو میبریم، زن بدترین اتفاقایی که میبینیم برای زن رخ میده و انجام میدیم. و مشکل دیگه اینه که دولت مردای ما در هر کنفرانس، در هر مجالس، در هر کشور جاهای بیرون از افغانستان که صحبت میکنن، اول از ادعای اینا حمایت از زن، دفاع از زن، از حقوق زن و این بحثا به بیرون از افغانستان میشه، اما کجاست؟ یعنی همه در حد شعار، همه در حد شعاره. و واقعا اگر ما قانون محو خشونت علیه زن در پارلمان تصویب نکنیم و یک قانون مشخص خور نداشته باشه، همین مشکل ها وجود داره. و یک سنت های ناپسندی که ما داریم بیم داخل خود خانواده، تنها چون خشونت اول از خانواده شروع میشه. بله. مثلا در افغانستان یک عرف شده، یک سنت شده که باید یک دختر ازدواج میکنه باید با خانواده خسر و پدر زن و پدر شوهر با همه زندگی کنن. هیچ یعنی یک عرف شده وقتی که یک دختر و پسر جوان ازدواج میکنن، والا که به او خونه دو اتاق هم باشه مجبور عروس با خانواده خسر زندگی کنه، در حالی که اگر این عرف ما کنار بگذاریم، این سنت او طرف بگذاریم و بگیم که برای بچه خو بگیم تو بالاخره مستقل شدی، ازدواج کردی و این خانومته، تو مرد می خونه هستی، طبعا اون احساس مسئولیت میکنه، میره بهتر بره خود کار پیدا میکنه و او زن با یک احساس بهتری به اون خونه احساس میکنه زن اون خونه. ولی وقتی که به یک خانه که 20 نفر باشن، طبعا تشنج به وجود میایه، بحث جنگ عروس و خوشو خوهر زن و مادر شوهر و چطور و چیکار، بحث اینا زیاد میشه و خشونت علیه خانمه. بله دقیقاً، و خشونت باز علیه عروس ایجاد میشه که این یک سنت ناپسندیده است که ما واقعا درسته ما به بزرگاه احترام داریم، اما وقتی که کمی فاصله باشه، دورتر باشه، احترام ها هم زیادتر خواهد بود و این خشونت ها هم کمتر خواهد بود. دیگر باید نظر داشته باشیم که یک سنت ها هست، یک قوانین نافذه هست، حالا باید تفاوت میان سنت ها و قوانین باید در نظر داشته باشیم. و یکی دیگه فقر و بیسوادی، وقتی که یک مرد از صبح تا شب میره و نمیتونه کار بره خود پیدا کنه و با جیب خالی میای، از رفتی که وقتی در خانه میای جنجال و جنگ اعصاب به خانه است، طبعا دیگه او اعصاب نمیمونه و خشونت ایجاد میشه بخوایم نخوایم. و این چیزایی هست که واقعا باید از همه طرف، نه تنها حکومت، بلکه خود ما هم در خانواده ها خوب باید تغییرات بیاریم. جناب دکتر،
حالا در جامعه افغانستان زن من حیث جنس دوم شناخته می شود، زن پذیرفته نمی شود در جامعه افغانستان و موضوعات دیگر. از طرف دیگر همه دعا داریم، شکر الحمدلله مسلمان هستیم، بالاتر از 99% مردم افغانستان مسلمان است، ولی در مقابل عمل کرده ما آیا مطابق به اسلام است یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت حضرت عالی و خواهر عزیزم خانم بارکزایی و جناب آقای نظری و همکاران عزیزتون که زحمت تهیه این برنامه به عهده اوناست. حقیقت امرش اینه که امروز زن در افغانستان و خیلی از کشورهای دیگر به نوع به عنوان انسان درجه دو تلقی می شود. این تنها در افغانستان نیست، البته اینجا هم هست، یعنی در سراسر دنیا که شما ببینین زن مورد ظلم واقع میشه، منتها نحوه ظلمش فرق میکنه. در افغانستان به یک نحو مورد سوی استفاده قرار میگیره، در کشورهای بیرونی و متمدن هم به شکل دیگری. دوستانی که به کشورهای خارج سفر میکنن حتما این مطلب را تصدیق میکنه. من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، چهار جمله که خواهر عزیز ما خانم بارکزای گفت که ما بهش موافقیم. واقعا این نهادهای بی حد و حصری که در افغانستان ایجاد شده هیچ مشکلی از مشکل خانم ها را حل نتونسته، بلکه بر مشکلات افزوده، که اگه به این برسیم من عرض میکنم. حقیقت امرش اینه که اسلام بهترین جایگاه را برای زن داده است، حرف درستیه، ولی متاسفانه این اعمال نمی شود. یعنی ما مسلمان هستیم ولی از احکام دین یا خبر نداریم یا به او عمل نمی کنیم. رسول مکرم اسلام می فرماید که من بهترین استم برای خانواده خودم و بهترین شما کسی است که بهترین برای خانواده باشه. واقعا ما همین طوریم. ما وقتی با دوستا و رفقا و همکارای خود میشینیم، آدمای خوش برخورد خوشخلق هستیم، ولی وقتی که در خانه میریم وضع اخلاقی ما تغییر میکنه. من معتقدم که یک به اسلام مقداری، یعنی جامعه افغانستانی که ما مورد بحث قرار میتیم، یکی این است که ما از دستوراتی که دین و اسلام داده، قرآن میگه و عاشروهن بالمعروف، ما به این آیه عمل کردیم. پیغمبر اکرم میفرمایند که یک خانم خوب در یک خانه کارگزار خدا در او خانه است. ما واقعا امروز در جامعه ما زن در یک خانه به عنوان کارگزار خدا تلقی می شود یا به عنوان عناوین دیگر کارهایم که برای زنها تعیین می کنن کارهای خاص و مشخصیه؟ بنابراین در جامعه افغانستان نسبت به بانوان و خانمها او قوانین اساسی و روح بخش دین مقدس اسلام در مورد اونها یا اکثر خانواده ها نمی دانند، یا اگر حقوقش را می دانند به او عمل نمی کند. عنعنه امروز در کشور ما مقدم است بر احکام شرعی در کشور. پس عرف ناپسندیده در خیلی اینجا حاکم شده؟ عملا همینطوره. یعنی اگر ما بیاییم به اصطلاح جامعه خود را به دور از این شعارها حقیقت جامعه خود را ببینیم، شما ببینید که خواهر من بهش اشاره کردن، دختر خانم عماد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، یعنی ما میخوام بگم این متن زندگی پیغمبر اکرمه، رسول مکرم اسلام، آخرین سفیر الهیه، ما هم ادعا داریم که امت پیغمبریم. یه خانم جوانی آمد گفت یا رسول الله پدرم مرا به عقد پسر عمویم در آورده، من راضی نیستم. حضرت فرمودن پسر عمو رحم توست، راضی شو به این عقد. گفت یا رسول الله من راضی نیستم. پیغمبر خدا فرمودن حالا که تو راضی نیستی خدا این حق به تو داده، تو می توانی این عقد را قبول نکنی، هر کسی را که دوست داری و خوش داری او را انتخاب کنی. دختر دوباره گفت یا رسول الله من پسر عموی خود را دوست دارم، همیر هم به عنوان شوهر قبول میکنم. خب حضرت سوال فرمودن که پس چرا اول انکار کردی؟ او من خواستم به پدرم بفهمانم که خدا حق انتخاب شوهر را به من داده است. آیا در جامعه ما واقعا امی اعمال میشه؟ پیغمبر اکرم و دختر را اجبار نکرد؟ پس مشکل در اسلام نیست، مشکل در ما مسلمان هاست. قطعا همینطور. اگر یک طبیب مسائل بهداشتی را رعایت نکرد ما میگیم طب بده؟ طب بد نیست. این طبیبی که به قوانین و به قواعد بهداشتی عمل و طبی عمل نمی کنه مقصر همینطوره. عمل ما مسلمان ها، خب وضع ما مسلمان ها امروز معلومه که ما چهره زیبا و
نورانی و مقدس اسلام را به چه شکل ما الان مخدوش کردیم و به جهان ارائه میدیم. بله، تشکر. آقای نظری، نهادهای به حدس را که در این 14 یا 15 سال اخیر تشکیل شده که ایجاد شدن، اینا نه تنها که مشکل زنان حل نتونستن بلکه مشکل زنان افزایش دادن. موافق هستید با این صحبت؟ متاسفانه تعدادی از نهادها نتونستن که به عنوان نهادهای کارآمد، مثل که ما حکومت داری خوب شکل دادن نتونستیم، در تمامی اجزا و مؤلف های نظام ملی ما سردچار مشکلات زیاد هستیم، از جمله در نهادهایی که در رابطه با حق زن کار میکنن معضلات زیاد وجود داره. اون رقم که فسادهای گسترده در حکومت و دولت افغانستان وجود داشته و در دیگه ساختارهای نظام ملی ما وجود داشته، در این نهادها هم با تاسف وجود داشته. از سوی دیگه ما متاسفانه برخوردهای بنیادگرایانه را در جوانب مختلف شاهد بودیم. شما ببینین بنیادگرایی که از طرف تعدادی از گویا روشن فکر نماها یا نهادهایی که اونا زمینه ها را قطعا نادیده میگیره و یک سلسله اصول میبینه و نحوه تطبیق اصول در نظر نمیگیره، این میتونه بسیار معضلات کلان را بار بیاره. یک مثال یا دو مثال میشه را کنه؟ بله، من میخوایم بگویم که اونم رقم که ما یک بنیادگرایی متاسفانه در قرائت های دینی داریم، به می شکل در قرائت های دموکراتیک هم سردوچار برخورد های بسیار تندروانه که زمینه های اجتماعی را رعایت نمیکنه هستیم. این میتونه پیامد های بی نهایت بد داشته باشه. به می خاطر رعایت اصول با در نظر داشته مطالعه دقیق زمینه ها میتونه بسیار کارساز تمام شود. یعنی مدل خارجی ها در افغانستان تطبیق نمیشه. به هیچ وجه هیچ مدل دیگه آنچنانی نمیتونه داشته باشد. هیچ مدل نمیتونه در جهات در تمام جای ها همه شمول به یک نقشی فا بکنه. به می خاطر رعایت زمینه ها یک امر بسیار مهم و اساسی شمرده میشه. تعداد از نهادهای کارآمد هم هست که متاسفانه اگر ما به این شکل قضاوت بکنیم که مجموع نهادها، من با این موافق نیستم، اما یک تعداد نهادها هست که تانسته برای بهبود وضعیت زن افغان نقش خود بازی بکنه. در اقلیت هستن یا در اکثریت؟ خب من دخن ایر نمیتونم بگویم چون یک عمرگیری دقیق در این رابطه صورت نگرفته و قضاوت دقیق نمیتونم. از رسانه ها بلاخره نتیجه گزارش هایی که ارائه میشه نشان دهنده چی است؟ در مجموع نشانه ایست که وضعیت زن افغان متاسفانه یک وضعیت بحرانی است. بله. و به هیچ وجه این وضعیت نمیتونه قابل قبول باشه. گرچه ما انکشافات در این زمینه داشتیم، شما دوره سیاه طالبان را پشت سر ماندین، شما دوره های دیگه ای را که در اونجا آسیب های به مراتب بزرگتر از دوران حاضر بر زن افغان رسانده، این دوران ها را تجربه کردین. اما وضعیت به هیچ وجه قابل قبول نیست. باید در این زمینه کارهای خوبتر و گسترده تر و قابل قبول تر صورت بگیره. باید بخصوص در زمینه تحکیم حاکمیت قانون باید کارهای صورت بگیره و از جمله بر ترویج فرهنگ احترام به زن، بالاخره زن بخشی از جامعه انسانی شمرده میشه و اساسا انسانیت در نبود زن نمیتونه مفهوم داشته باشه. اینو مسائل است که باید فرهنگ سازی شوه. چی رسانه ها، چی نهادهای جامعه مدنی، چی حکومت افغانستان و چی مراجع مذهبی و دینی، هر کدام نقش های خود در این زمینه داره که باید ایفا بکنه. چقدر امین من متاسفانه در این زمینه خب نهادهای جامعه مدنی، رسانه ها تا یک حد تلاش های را در این راستا به نظر من داشته، اما آن چرا که ما از مراجع دینی و مذهبی و از نهادهایی که اونا میتونه پیام رسای دین بر اجتماع برسونه، متاسفانه دینی میزمین ما سردوچار قرائت های بسیار متعدد هستیم بین جامعه روحانیت افغانستان. جناب دکتر صاحب آنچه را که فرمودن من کاملا موافق هستم. ای کاش ما مثل دکتر صاحب صدها و هزارها عالم دین میداشیم که میتونستن این نقش ایفا بکنه. اما با تاسف ما امروز کسایی را داریم در جامعه روحانیت خود که در تقابل کامل با ارزش های انسانی زن قرار داره و حتی دیدگاه های از اونا در برنامه های معارف دینی از طریق رسانه ها هم بسیار به شکل گسترده بازتاب پیدا میکنه. این میتونه اثر بی نهایت بد سر وضعیت زندگی زن افغان داشته باشه. تشکر آقای نظری. بینید آقای عزیز، وقفه داره. این پس از وقفه برنامه نگرش همچنان ادامه دارد.
سلام مجدد، به ادامه برنامه نگرش خوش آمدید. خانم بارکزی، در این 14-15 سال شاید پیشتر از صدها مورد خشونت علیه زنان، شاید بالاتر از اصحار مورد خشونت علیه زنان صورت گرفته باشه و شاید هم صدها دانش ثبت شده باشه. چقدر به می خشونت ها که رسیدگی شده از طرف نهادهای عدلی و قضایی؟ یک مورد باید متوجه باشیم، یک موضوع واقعیت هایی وجود داره. در سالهای گذشته اگر یک مرد خشونت علیه زنش، خواهرش، مادرش ایجاد میکرد، به وجود می آورد، او محکمه می شد. در سالهای گذشته مثلا 7 سال یا 8 سال پیش و این به وساطت بعضی افراد آزاد می شد. اما خوشبختانه یک میشه گفت یک برنامه خوبی که تازگی ها شده، خشونت هر کسی که خشونت علیه زن ایجاد میکنه و به محکمه سپرده میشه، یعنی 3 محکمه خود که خلاص میکنه، او دیگه به هیچ عنوان عفو نمیخوره. این یک جای خوشیه، اما تا او 3 محکمه خلاص بشه بسیار جای گپ هست، که به خاطر که اکثر خشونت های عمده ای که وجود داره در خود محاکم پیسه داده میشه و این عفو میخوره. اما وقتی که 3 محکمه صورت میگیره، او به هیچ عنوان تا طبق معمول وقت خود سپری نکنه آزاد نمیشه. این چون که من دید و بازدیدی که با زندان ها داشتم، این یک امتیاز خوبی بوده برای میشه گفت جامعه زنا، که حداقل وقتی به چنگال قانون سپرده میشن، البته تا این 3 مرحله رو طی بکنه باز واقعا به دست قانون هست این موضوع. اما مهمترین و مشکلترین موضوعی که وجود داره توجه نکردن به حقوق زن. حتی مثلا یک زن مدیره، وزیره، معین، احساس میکنی صلاحیت بیشتر داره و این جو جامعه ما فکر نمیکنید که اون ضعف مدیریتی باعث شده که یک معین بیاد و صلاحیت های وزیره و نوع از آن خود کند و کار انجام بده؟ متاسفانه به خاطری که زن افغانستان از بعد از این که راه رفتن آموخته، گپ زدن آموخته، برای از او گفتن تو دختر هستی در مجلس نمایندگان، حتی وقتی که وزیرم شده احساس کرده این معین شاید از من بالاتر باشه. چون این بر مجلس نمایندگان، وضعیت در مجلس نمایندگان چگونه است؟ آیا در اونجا هم خشونت علیه زنان صورت میگیره؟ صورت میگیره، به خاطر وقتی که یک خانم کارت سرخ بلند میکنه، چند دقیقه کارت سرخ بالاست، رئیس توجه نمیکنه. اما وقتی یک آقا کارت سرخ بلند میکنه، آجر بهش وقت میده یا همچین کارت سمت. ای گفتم یک سنت شده، هیچ نمیخواین بپذیرن زنا. و من فکر میکنم تا خود زنای افغانستان به مو جایگاه خو که هستن خود تصویب نکنن و بگن که ما نظر به میچوکی خو از تو بالاتر هستیم، ولی که مرد هستی و شاید هم از من آگاهی تو بیشتر باشه، اما پستم از تو بالاتره، بنابراین من حاکم تر هستم. پس خشونت در همه موارد، در همه جا، چه وزیر باشه، چه معین، چه وکیل، هر جا، در هر مقطع، چه معلم، تا که مادر خانه هسته، تا که مادر خانه هسته. و اگر واقعا ما جامعه خور بری اونو نفهمونیم، اول از رسانه ها شروع نکنیم، از کسانی که واقعا پیسه میگیرن در این راستا که میخواین بر زن خدمت کنن، برنامه ریزی های درست نداشته باشن. و من از علمای افغانستان، چون ما یک کشوری هستیم که مسلمان هستیم و واقعا اعتقادات ما، همه برنامه ما رو ایناست که وقتی که علمای کرام از مساجد صحبت میکنن، واقعا به اونا احترام میذاریم. مهمترین نقش علمای افغانستان میتونن اینجا ایفا کنن، به خاطر که واقعا یک کشور مسلمان هستیم و همو راهی که علما میگن پیش میریم. چقدر همین نقش ایفا کردن تا کنون؟ متاسفانه من احترام زیادی دارم به علمای کرام، اما بعضی جاها هست که واقعا غفلت میکنن و بعضی علمای هستن که آگاهی واقعا ندارن. به نام علما میان از منبر مسجد صحبت هایی میکنن که اصلا وقتی که آدم میشنوه متاثر میشه، برعکس استاد که بسیار صحبت های جالبی داشتن. اگر واقعا ما بخوایم خشونت از علیه زن از بین ببریم، از خانواده، از همه جا میتونیم شروع کنیم و بیشتر خانواده ها زیاد میتونن تاثیرگذار باشه. و وقتی که به قرآن شریف هم اومده و همه میگن وقتی دختر به دنیا میایه، 7
دروازه باز میشه همچین چیزی. دروازه رحمت. بله. وقتی که به این هم عقیده داریم، اما وقتی به خانه دو تا دختر یا سه تا سومی بچه فرزندم دختر میباشه، او زن همیشه به هراسه که مردش حال میخواد زن بگیره سر زی و می اتفاق هم میفته. چرا که این خانم چرا دو تا دختر آورده؟ بچه سومش هم دختر بوده. بنابراین باید آقا حتما خانم دیگه بگیره که پسر به دنیا بیاره. و این بسیار جای شرم است که ما خور مسلمان داریم و اینقدر به حتی تولد شدن دختر متاثر میشیم. آقای دکتر دو تا سوال. اولی که مراجع دینی و مذهبی مسئولیت خدا آنچنانی که باید انجام میدادن در اکثر موارد انجام ندادن، وقت داد از حالما و بالاخره امامان سواد کافی ندارن. موضوع دومی که آیا تفاوت میانه پسر و دختر است که اکتداد از خانواده وقتی که یک تا دختر دو تا دختر سه تا دختر میرن زن دیگر و ازدواج دیگر میکنه؟ پس من اول به این سوال دوم شما جواب بفرمایید. در دین مقدس اسلام توجه به بچه ها یعنی به دخترها بیشتر از پسر هاست. پیغمبر اکرم میفرماید که از خوشبختی یک خانواده این است که اولین فرزندشان دختر باشه. خدای تبارک و تعالی نصر بهترین پیغمبر را، خاتم الانبیاء و المرسلین را از طریق دختر حضرت بی بی فاطمه زهرا قرار داد. و جایگاهی که دین برای زن قائل است هیچ کدامی از ادیان الهی در این حد قائل نبودن. این یعنی میشه روش بحث کرد، ولی یکی متاسفانه در کشورهای اسلامی اعمال میشود یا نه این جای بحثه. در جامعه افغانستان هم همینطور، ما با صحبت های خواهر من موافقیم، یعنی واقعیت های تلخی است، گرچه شاید بعضی از این صحبت من خوشش نیایه. از یک کسی که پرسان میکنه مثلا که کاکا تو چند تا اولاد داری؟ میگه دو تا. میگم مثلا دیگه بچه دارم. او مثلا سه تا دختر داره. او اول او رو نمیگه، بعد دوباره میگه دیگه هیچ اولاد نداری؟ میگه سه تا دختر کم دارم. یعنی این یک عرف شده متاسفانه. و حالا که پیغمبر اکرم میفرماید کسی که دو تا فرزند داره، دختر و پسر، بله، مرد که از بیرون میآید پدر، دختر و پسر خردسال هر دو میره به اسلام مثلا به استقبال بابا. پیغمبر اکرم میفرماید اول دختر را نوازش بدین، او را مورد تفقد قرار بدین، سوغاتی که برای دختر خریدین به او بدین که او نیازی به عاطفه بیشتر داره. ولی او سوال دومی که فرمودید، ببینید ما باید با واقعیت های جامعه خود صحبت کنیم. ما در یک کشوری در یک حالت عادی نیستیم، یعنی ما در این حال حاضری که با هم گپ میزنیم شاید در اکثر ولایات کشور ما جنگ است، خشونت هست، متاسفانه نقشه های کشورهای همسایه و دشمنان ما، یعنی ما در یک حالتی به نظرم غیر عادی هستیم. اگر بیا بگویم اضطراری یا فوق اضطرار، حتی می درم شهر کابل مردم یک امنیت ثابت ندارد. همین حوادث رو ما و شما میبینیم. جامعه به اصطلاح علمای افغانستان متاسفانه در افغانستان افراط و تفریط در همه صنفا هست. متاسف. ولی ما میخوایم یک جمله رو بگویم که شنوندگان و بینندگان عزیز ما هم این رو بشنوند که دین اسلام دین نه افراط است نه تفریط، دین اعتدال است. حتی در عبادت پیغمبر اکرم میفرمایند بعد عبادت کنین که خسته و مانده نشوید. در طعام هم میگه وقتی تا اندازه ای که هنوز اشتها دارید غذا بخورید. پس اگر کسی یک عمل افراطی را انجام داد، خود را به دین منسوب کنه یا به اسلام منسوب کنه، عمل شخص افراطگر چی نفیان و اثباتن به دین ربطی نداره. اما آمدیم اینه که جامعه علمایی ما خب معلوم است که در افغانستان این مشکلات هست که در همه صنف ها هست، صنف علما و دانشمندار هم نمیشه از این به اصطلاح مستوی. ولی یک واقعیت دیگه هم داریم که اولا چقدر افرادی که ما به نام عالم داریم اینا واقعا اطلاعات دینی و علمی دارن، یک بحثیه. دوم اینه که زمینه های اجرا در اختیار علما هم نیست، یعنی علما میتواند توصیه کنه، تذکر بده. ما وقتی میتوانیم یعنی جامعه علما بتواند ایدئال باشد که گفته های علما و دانشمند متدین و متقی در جامعه هم همان شما طور که خواهر ما دیگران باید در نظر داشته باشم، همین جمله رو مرز بکنم، همین طور که خواهر ما هم گفتن ما در یک جامعه اسلامی زندگی میکنیم، همه مردم ما هم به علما احترام در نظر قشر که هست. صحبتشون صحبت درستی. یک چیز دیگران باید در نظر داشته باشیم که امروز خوشبختانه حرف علما در سراسر افغانستان شنیده میشود. پس اینکه خشونت افزایش مییابد، کمیسیون مستقل حقوق بشر گزارش خود نشر میکنه و چون این چیز را بیان میکنه، دقیقاً این نشان دهنده از این است که علما مسئولیت خود آنچنانی که باید انجام میدادن انجام ندادن. ببینید
من میخوام بگویم که اینمی ظرفیت در افغانستان ایجاد نشد. یک تفکر افراطی داریم. بله. که زن از خانه بیرون نشه، زن تعلیم و تربیت نکنه. ممکنه یک تعدادی از کسانی که منسوب به دین هستن این افراط رو دارن. از او طرف هم باز یک عده از افراد هستن که دنبال بی‌بندوباری هستن. ما یعنی واقعا در افغانستان اینمی ظرفیت از نظر ما ایجاد نشده. ما در یک حالت استراب زندگی میکنیم. در هر دو طرف افراط و تفریط وجود داره. باید یک ظرفیت ایجاد شود. یعنی ما بین به اصطلاح اصول و ارزش های دینی، بله، قوانین و به اصطلاح برنامه های حقوق بشری، یعنی بین اینها یک ظرفیت ایجاد کنیم که به نفع زن تمام شد. ولی متاسفانه این ظرفیت ایجاد نشده. ما در یک کشور زندگی میکنیم که یک طرفش جنبه های سخت گیرانه بسیار زیاد سنتی دارد، یک طرف دیگرش هم اینطور به اصطلاح به طرف دموکراسی بسیار افراطی میرن. لذا ما فکر میکنم که در این بین خانم ها ضرر کردن. یک واقعیت هم باید بگیم که حتی یکی از به اصطلاح ما فکر میکنم که چالش ها و عللی که این همه خشونت روز به روز به اصطلاح گسترش پیدا میکنه و به اصطلاح گزارش من خواندم چند روز پیش که گفتن امسال 24% خشونت علیه زنها بیشتر شده تا سال گذشته. یعنی دولت مردان ما هم به این چیزی که به نام دموکراسی و حقوق زن میگه به این هم واقعا اعتقاد نداره. شما در نهادها، در وزارتخانه ها حضور داره خانم ها یک مقداری، ولی یک حضور فیزیکی است، یک حضور سمبولیکه. همونطور که خواهر ما هم گفت وزیر اگر زن است احساس میکنه که در درجه دوی معین. یعنی این متاسفانه به جامعه ما قبولانده شده. فکر باید بکنم، یک پیشنهاد کنم به رسانه شما که بیاییم مباحث را، حقوقی که دین و اسلام به زن داده و حقوقی که غرب داده، بین اینا به شکل مقایسه‌ای برنامه های را ما بگذاریم. ما الان تلویزیون ها آزادی زن هندی، آزادی زن ترکی را میگذاریم، ولی از این طرف آزادی که دین و اسلام در چارچوب دین به زن داده، این متاسفانه در رسانه ها. آقای دکتر امین که شما را امشب در برنامه داریم، دقیقاً توازن ما برقرار است و ما میخواهیم دیدگاه اسلامی را همچنان داشته باشیم. اما آقای نظری، از ایجاد حکومت وحدت ملی، با معذرت، از ایجاد نظام جدید 15 سالی که میگذرد، صدها میلیون دلار در عرصه بهتر شدن وضعیت زندگی در افغانستان به مصرف رسید. بالاخره نهادهای ایجاد شد، کمیسیون مستقل حقوق بشر ایجاد شد، وزارت امور زنان ایجاد شد، اما نتیجه چیز دیگری است. امروز خود کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگه که خشونت ها علیه زنان افزایش یافته است. فکر میکنید مشکل در کجا بود و چرا چنین شد؟ در افغانستان بیشتر کارهایی که صورت میگیره، این کارها مثلا در سه مسائل مبارزه با تندروی، اگر مسئله را ببینیم، مبارزه با طالب صورت میگیره، اما مبارزه با طالبانیسم صورت نمیگیره. یعنی سرچشمه تولید طالب کماکان سر جای خود باقی میمونه و او به عنوان یک منبع تولید عمل میکنه. در رابطه با تمامی مسائل دیگه متاسفانه به می شکل برخورد شده. شما ببینین برخورد سطحی صورت گرفته، برخورد بسیار سطحی بوده. عواملی که سبب شکل گیری جرم میشه کمتر مورد توجه قرار میگیره، اما با مجرم مبارزه صورت میگیره. من فکر میکنم که دولت اگر برنامه های کار را داشته باشه، علاوه به اینکه با مجرم مبارزه میکنه، سر مجرم قانون باید تطبیق بکنه، عوامل و زمینه های شکل گیری جرم باید مورد هدف قرار بده تا ما بتونیم سرچشمه های تولید جرم بخوش کنیم و عوامل اصلی را از بین ببریم. متاسفانه در افغانستان دینمی زمینه کمتر کار صورت گرفته. وقتی ایره ما ببینیم درسه های مختلف وضعیت به می شکل است، بنان من باور دارم که دولت افغانستان اگر برنامه های کارا که زمینه های جرم از بین میبره نداشته باشه، شکل گیری جرم کماکان ادامه پیدا میکنه و حتی ممکن است ازدیاد شوه. اون صدها میلیون دلار هدر به مصرف هدر میرسید برا. بله. به مصرف رسیده است. بله. هدر میره این پولا. اما خواهی نخواهی مبارزه با مجرم نقش خود داره. هر قدر که افرادی که مرتکب جرم میشه سر از اونها قانون تطبیق شوه، اونم قدر افراد دیگه که شاهد تطبیق قانون برای فرد است
محدودیت برش خلق میشه، اون نمیتونه که جرم تکرار بکنه. به این منظور در هر دو مورد باید به گونه بسیار متوازن برنامه ریزی باشه، اقدامات باشه و کارها صورت بگیره، فرهنگ سازی شوه در این موارد. از دید شما رای حل امی است؟ من فکر میکنم رای حل اینمی است که قانون تطبیق شوه، با عوامل جرم مبارزه صورت بگیره، فرهنگ سازی شوه و تلاش صورت بگیره تا از حالت برخوردهای افراد تفرید به یک نحو ما کنار باشیم و متناسب با وضعیت افغانستان قوانین که لازم است در مقابل از او سنگ اندازی نکنیم. مسائل اضافی که از طرف اجتماع افغانستان ظرفیت هضم و درک او مسائل وجود نداره، پیش از موقع این مسائل مطرح نکنیم. تشکر. خانم فرکسی، چه زمانه در افغانستان خشونت علیه زنان کاهش خواهد یافت؟ قبل از اینکه این سوال شما پاسخ بدم، اول خو یک تهاجم فرهنگی به افغانستان ایجاد شده. بیایم از رسانه ها شروع کنیم. من خود رسانه ای هستم و اما واقعیت ها رو باید بگیم. سه دهه جنگ داشتیم. کشوری که سه دهه جنگ بود با فقر، بیسوادی و بدبختی روبرو شد، دفعتاً کمی نسبتاً ثبات آمد و ایجاد شد، تلویزیون ها به وجود آمد. ما چرا فرهنگ خودخور به رسانه نشان نمیتیم؟ واقعا من موافق هستم با جناب دکتر صاحب صحبت هایی که گفتن. زن افغانی که او سواد نداره، او هیچ چیز نمیفهمه، یک دختر هندی یا ترکی رو میبینه با اون وضعیت، او خود خود به جا قهرمان و دختر فرض میکنه و زندگی خود خود میبینه، زندگی از اون. اصلا ما هنوز به او جایگاه نرسیدیم که یک فرهنگ دیگری رو داخل افغانستان و کشور خوب بکنیم. اما فکر نمیکنید چون که میزان سواد افغانستان است، این میزان کم سوادی نداشتن سواده که واقعا امروز می خشونت ها رو ایجاد کرده. به این واقعیت ها هم ببینیم، زن دیروز افغانستان زن امروز نیست. امروز زنها خیلی تونستن به جایگاه بالایی برسن. ما اگه می کشورهای دور و بر خود خودم نگاه کنیم، اینقدر که قانون اساسی افغانستان به زن افغانستان جایگاه داده، دیگه کشورها نداده، حتی چه کشورهای اسلامی چه غیر از اسلامی، و واقعا زن افغانستان تونست رشد بکنه. اما همه چی بر نمیگرده به حکومت. گفتم مشکل خود ما هم هسته. اگر رسانه‌های شخصی و دولتی همین هزینه که میرن میخرن سریال های خارجی رو، همین رو به خود ما برنامه سازا و فیلم سازای خوبی در افغانستان داریم، همین برنامه زندگی خود افغان ها رو به تصویر بکشن، به فکر میکنم وضعیت بهتر خواهد. آیا امین موضوع شما روز در مجلس نمایندگان پیشنهاد کردیم؟ ما همیشه بحث کردیم، همیشه گفتیم که واقعا ما هنوز، چون فرهنگ ما با فرهنگ دیگه کشورها فرق میکنه، فرهنگ خود ما باید به نمایش بگذاریم. امروز به تمام دنیا بیشترین هزینه برنامه سازی روی کودک، برنامه هایی که برای کودک ها ساخته میشه، اما در افغانستان تمام تلویزیون ها رو سعی کنیم برای اطفال هیچ برنامه نداره. اطفالی که این افغانستان هم میسازه، دختری که فردا مادر میشه، بچه‌ای که فردا پدر میشه، و هیچ چیز از جامعه افغانستان نمیفهمه. بسیار کوتاه بفرمایید، چه زمان خشونت باید مجازات بشه؟ کسی که واقعا خشونت میکنه، چه علیه زن، چه او، قانونی که قرار تصویب بشه باید اصلاحات به او قانون بیایه، به او قانون تصویب بشه و واقعا همه با هم همکاری کنیم، چرا که زن هم نیم پیکری از جامعه خود ماست. خواهی دکتر، شما رای حل در چی میبینید؟ من راستشیم که ما وقتی میتوانیم که خشونت علیه زن در کشور ما ضریبش صفر باشه که زن و مرد ما حقوقی که خدا در قرآن و اسلام به اونها داده گردن بگذارد، مرد حق زن را رعایت کنه و زن هم حق مرد را، و مطابق شریعت مقدس اسلام عمل کنیم. یک. دوم، در مورد مجرمین یا کسانی که علیه زن یا گروه های دیگر خشونت میکنه، قوانین نافذه کشور در مورد اونها به اجرا در بیاید. تشکر آقای جعفری. خانم برکسی و آقای نظری از زردان در بحث ما. بیننده های عزیز، تشکر از شما هم. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز بسپارم.